درود به همه دوستان، امیدوارم کارلتون خوب باشه. من محمدم، خوش اومدین به ایفلکس فیتنس. بدون معطلی بریم سراغ تازه‌ی برنامه‌سازی امروز و پست جالب توجه ایان والیر، شوهر خواهر کریس. ایان قبل از اینکه هانی مربی کریس باشه چند سالی رو مربیش بود و حتی ایان کسی بوده که کریس رو تشویق کرده تا برنامه‌سازی حرفه‌ای رو شروع کنه، که مشخصاً بهترین تصمیم زندگی کریس هم همین بود که اومد سمت برنامه‌سازی و برنامه‌ساز حرفه‌ای شدن. ایان اومده واکنشش به اینکه مردم میگن وسلی ویسرز برای تایتل و قهرمانی کریسی تهدیده رو با یه پست که دارن با کریس میخندن نشون داده تا بگه که کسی قرار نیست امسال حتی نزدیک بامستد بشه. هر سال پدیده‌های زیادی میان که کریس رو میخوان شکست بدن، ولی بدون شک کسایی که امسال تهدیدن باید اونا رو جدی‌تر بگیرتشون. درسته هنوز وسلی ویسرز توی پایین‌تن ضعفایی داره، ولی راموندینو سال به سال داره کامل‌تر میشه. دلیل اصلی که کریس از رامون بهتره ساختار کلاسیکی ترشه، ولی بازم کریس امسال نباید توی روند آماده سازیش هیچ اشتباهی داشته باشه، باید همونطور که خودش گفت بهترین ورژنشو بیاره. وسلی ویسرز هم توی پادکست دمینس چند روز پیش حرف خیلی جالبی رو زد، گفتش که دقیقاً مثل استیج آرنولد کلاسیک اوهایو تا قبل مسابقه همه به میگفتن پوینتنم کنار راموندینو خیلی ضعیفه، ولی وقتی کنار هم مقایسه شدیم این اختلاف چندان به چشم نیومد و من تونستم قهرمان بشم. همین کارم میخوام با سیبان بکنم. یه پوینتی که رامون و وسلی برابر کریس دارن اینه که هنوز مصونیت جدی براشون پیش نیومده، ولی کریس مصونیت جدی خیلی زیاد داشته. بالاخره همین مصونیت هم گریبانشو میگیره. رونی کولمن به خاطر مصونیت کنار کشید، دوریان یتس هم به خاطر مصونیت، و خیلی از قهرمانای بزرگ المپیا رو کسی نتونست شکست بده. این مصونیت ها بود که توی دوران خودشون شکستشون داد. کریس هم باید حواسش به این مورد باشه، چون حتی وسلی ویسرز هم خودش توی پادکست دمینس گفتش که کریس مصونیت زیاد داره، یعنی روی مصونیت های کریس هم حساب کرده. ولی حداقل امسال تا الان که اتفاق جدیدی براش نیفتاده و معمولا هم مثل سالهای پیش اگه اتفاقی بیفته چیزی رو رسانه‌ایش نمی‌کنن تا روز استیج و بعد مسابقه. وسلی فکری که داره اینه که از همون فیگور اول جفت بازی از روبرو کریس رو بگیره، و روی کاغذ که باید بگم چندان شانسی نداره. باید ببینیم روی استیج چیکار میکنه، با چه تغییراتی قراره بیاد. جرمی بوندویو هم به تازگی اومده پیشبینی خودش رو از کلاسیک اولمپیا اینطور گفته که کریس دوباره قهرمان میشه، رامون و وسلی باید برای دومی بجنگن، که با آپدیتایی هم که ازشون دیدیم توی روزهای اخیر هر دوتا حسابی آمادن. کریس ساسیتو مربی رامون هم دیروز یه ویدیو جدید ازش گذاشت و دی ان ای اونو ترکیبی از دایناسور و کوین لبرون میدونه. حالا چرا کوین لبرون؟ چون با اینکه همیشه خوب اومده روی استیج، ولی نتونسته به چیزی که میخواد برسه. کلن توی سوشال مدیا رامون و کوین لبرون مدرن دیگه دارن میدونن. جرمی بوندو یا ارس کالسینسکی با بریان آنسلی رو مثل همیشه توی تاپ 5 میدونه و به نظرم منطقی میاد. اما چیزی که جالب بود، مایکل دبول نفر ششم پارسال و جز 10 تای برتر میدونه، یعنی نمیاد بگه که دوباره میتونه به تاپ 6 برسه. در مورد مایکل بگم که مایکل چند روز پیش هم قهرمان استیج تایتانز شد و الان میخواد تا قبل اولمپیا یه بار دیگه توی لژیون اسپورت 3 روز دیگه مسابقه بده. جرمی بوندو یا همونطور که گفتم مایکل رو جز تاپ 6 نذاش، ولی خوزه مانوئل رو یه تهدید اساسی برای 6 نفر برتر میدونه. کلن امسال اکثرا خوزه رو پدیده میدونن و خب باید بگم که تا روی استیج کنار بقیه نیاد چیزی نمیشه گفت، ولی در کل بدنش انصافا مخصوصا توی بک از بالا تا پایین خوبه. نظر شما چیه؟ به نظرتون واقعا میتونه به 6 نفر برتر برسه؟ توی کامنت ها نظرتو در مورد این پدیده 22 ساله اسپانیایی بنویس. خیلی خوب، بریم سراغ آپدیت های سنگین وزنای المپیا و آپدیت اول آپدیت اکیم ویلیامز رو داریم که حسابی آماده است. اگه شرکت کننده های امسال المپیا رو به 4 گروه تقسیم کنیم، اکیم جزء بخش سومه. توی گروه اول هادی و دریک و سامسون رو داریم، احتمالاً نیک واکر و اندرو جکت هم بشن جزء این بخش. گروه دوم میشه رقابت بهروز تابانی، برندون کوری، رافال براندا و هانتل لابرادا، مارتین فیتسواتر، اینا میشن گروه دوم. گروه سوم میشه رقابت محمد فودا، ویلیام بوناک، نیتن دیاشا، جاناتان دلاروزا، اکیم ویلیامز و جان جوئت. گروه آخرم که احتمالاً بین 15 نفر برتر المپیک امسال نباشن، تئو لگریر فرانسوی و برونو سانتوس برزیلیه.
انصافاً امسال یه رقابت جذاب و قراره ببینیم. تنها کسی که امسال از المپیا انصراف داده تونیو بورتون بود که اگرم انصراف نمیداد جز گروه سوم بودش. بهروز سابانی و نیتن دیاشو هم هنوز مشکل ویزا دارن و مشخص نیست که به المپیا برسن یا نه. آپدیت بعدی آپدیت جاناتان دلاروزا رو داریم که با قهرمانی استیج تمپا جوازو گرفت و استیجی که حسابی هم سر و صدا شد چون محمد فدا اونجا دوم شد. حتی بعد مسابقه طرفدارای مصری جاناتان رو تهدیدم کردن. همینم باعث شد دریک بیاد صحبت کنه بگه من تو اون مسابقه بودم و از نزدیک دیدم که واقعا قهرمانی حق دلاروزا بود. در هر صورت الان جاناتان آماده المپیاس، میتونم بگم بهترین فیگوراش فیگورای جانبشه و توی پشت و روبروی هم جزئیات بیشتری لازم داره اگه میخواد جز تاپ 10 بشه. همونطور که جلوتر بهتون گفتم دلاروزا جز گروه سوم حساب میشه، بر روی کاغذم شانس زیادی برای تاپ 10 شدن نداره. آپدیت بعدی آپدیت جان جوئتو داریم که روی کاغذ جز 10 نفر برتر نمیشه، ولی پیشرفتش انصافاً چشمگیره. سایزش به مراتب بیشتر از گذشته است و جز اون دست افرادی که از 212 پوندیا سویش کرده به اوپن. اگه جان بتونه کسایی مثل جاناتان دلاروزا، اکیم ویلیامز و نیتن دیاش رو بگیره یه المپیای خیلی خوبو داشته. جان جوئت توی استیج ونکوور پروی کانادا جواز المپیا رو گرفت، استیجی که حسین کلاته هم مسابقه داد و چهارم شد. حسین امسال دیگه کلن سویش کرده به اوپن و تمام برنامه ریزی هاش و آف سیزن هاش و بر مبنای اوپن داره میبره جلو. امسال چون یه مسابقه توی 212 پوند یاداد نتونه صد خودش رو برای اوپن بیاره، ولی خب بازم انقدر خوب بود که بین 11 تا حرفه ونکوور چهارم شد. الان یه سوال پیش میاد که واقعا حسین کلاته میتونه توی اوپن موفق باشه یا نه؟ باید منتظر باشیم ببینیم که الان که یک سال کامل رو میخواد برای اوپن برنامه ریزی کنه و تمرکزش رو گذاشته روی اوپن با چه پکیجی برمیگرده. اونجاست که میتونیم در مورد ورژن اوپن حسین کلاته صحبت کنیم. خیلی خوب، آپدیت آخر امروزم آپدیت بریت ویلکن هستش که سه روز دیگه قراره روی استیج لژیون اسپورت مسابقه بده و جواز المپیا 2025 رو بگیره. لژیون اسپورت و فرانسه پرو اولین مسابقات امسالن که جواز المپیا 2025 رو دارن و لژیون اسپورت هم خیلی شلوغ شده. 23 تا شرکت کننده اوپن داره که احتمالاً رقابت بین بریت ویلکن، پاتریک مور و برونو سانتوس باشه. تنها کسی که جواز المپیا 2024 رو داره و اینجا هم داره مسابقه میده برونو سانتوس برزیلیه. آخرین کسی که جواز المپیا 2024 رو گرفت هستش و الانم میخواد اولین کسی باشه که جواز المپیا 2025 رو میگیره. ولی خب با حضور بریت ویلکن کارش به مراتب خیلی سخت‌تر از این حرفاست، چون بریت واقعا هم آماده است و هم پیشینه خیلی خوبی داره. خیلی خوب رفقا، این بود از اخبار و اتفاقات امروز. اگر از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و یک کامنت قلبم برام بذار. دم همتونم گرم.